دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه خیلی خوش اومدین به ویدیوی امروز که میخوام یکی از بهترین بازی های بابی فیشر رو بهتون نشون بدم بابی فیشر افسانه تاکتیکی که فیشر توی این بازی به حریفش میزنه قطعا تو تمام کتاب های پازل و تاکتیک هست شاید دیده باشینش شاید ندیده باشینش من تو ویدئوی امروز میخوام بازی کاملش رو بهتون نشون بدم که بازی کوتاهی است فیشر حمله هندیشا رو به کار میگیره و حریفش رو با تاکتیکی بسیار زیبا و تاریخی نابود میکنه حریفش اهل کشور مغولستان بوده قهرمان کشور مغولستان بوده چندین بار قهرمان شده بوده و بازیکن قدرتمندی ببینیم تو این بازی چه اتفاقاتی افتاده فیشر بازی رو با حرکت یکی چار شروع میکنه و دفاع فرانسه انتخاب حریفش بوده ولی فیشر میاد دیسه بازی میکنه چون میخواد وارد حمله هندی شاه بشه و مقابل دفاع فرانسه کاربرد داره با ترتیب حرکت سی سی دی ممکنه به وجود بیاد سیاه با سی پن شروع کنه بازم سفید میتونه همچین ستاپی رو بچینه و خب سیستم دفاع هندیشا که اینجا حملش رو داریم میبینیم کلا مورد علاقه فیشر بوده یعنی هم دفاع هندیشا رو دوست داشته هم حمله هندیشا رو خیلی دوست داشته و بارها و بارها تو بازیش استفاده کرده حمله هندیشا با سفید دفاع هندیشا با سیاه خب چیزه اینجوری فیل میره خونه G2 اصل مییر خونه افFC در ادامهخدمات می بینیم C5، فG2 از6، اف، از فیلی ه،قل کوچیک، قله کوچیک و حرکت بسیار مهم برای سفید توی این سیستم. پیاده به خونه E5. و این پیاده نقش بسیار مهمی در حمله سفید به شاه سیاه داره. به خاطر اینکه داره خونه های مهمی رو کنترل میکنه. هم خود خونه E5، هم خونه F6 و هم خونه D6 و سیا اگر نگاه کنید مهراش اون سمت صفحه گیر کردن و نمیتونن به خوبی از شاهشون دفاع کنه و سفید مهره به مهره اضافه میکنه به جناه شاه تا بتونه شاه سیا مات کنه روخ یک بیادش به خوبی دفاع داره و حالا بی پچ ولی همونطور که میبینید سیاه بازی خیلی خوبی تو جناه وزیر داره و توی جناه وزیر سیاه برنده است ولی اگر سفید بتونه سیاه و تا مات کنه چی میشه؟ بازی تمام میشه. چون مات کردن بازی شطرنج رو به پایان میرسونه. اسب میره خونه F1، یکی از مانورهای معروف H4، اسب به خونه H2 و اسب به خونه G4. B4 بازی میشه. همچنان تئوری دوستان این وضعیت بارها و بارها پیش اومده و وضعیت جدیدی برای بازیکنان نیست. H4 بازی شده. A5 همچنان تئوری فیل اف 4 فیل و گسترش میده خونه دیدو رو برای وزیر خالی میکنه A4 بازی میشه و تا اینجاش تئوریه ولی فیشر اینجا حرکت جدیدی رو بازی میکنه که حرکت بدی هم نیست پیاده به خونه a حرکت خوبیه اتفاقا سفید سعی میکنه این جناه تا جایی که میتونه بسته نگه داره و سیاه هم کل زورش رو میزنه که اتفاقا باز کنه این جناه و تا جایی که میتونه حواس سفید رو پرت کنه سفید نره راحت ماتش کنه تا جایی که میتونه تهدید به وجود بیاره و هر به وجود بیاره بازی رو باز کنه چون مهرهاش زیادن مهرهاش تو جناه وزیر زیادن و آماده است که بازی باز بشه خب معمولا سفید دست به پیاداش نمیزنه ولی اینجا ایسه حرکت بدی نیست و داره سرعت حمله سیاه تو جناه وزیر کم میکنه اینجا سیاه مسیر اشتباهی رو میره و حرکت عجیبی رو بازی میکنه. باید به نظرم بیشتر دنبال این حرکت سی چار باشه احتمالا. مثلا حرکت فیل ای شیش هست جالبه که پیادش رو به جلو برونه. قطعا حرکتی مثل رخ بی هشت میتونه منطقه باشه رخ توی ستون باز. ولی میاد چی بازی میکنه؟ اسب خونه ای پنج. یکم مسرور رو اصلا دلیلش چیه؟ چرا باید به بازی کنه؟ احتمالا تو زنش این بوده سی چار بعد بزنه توی دیسه و خونه بی سر رو برای اسبش به دست بیاره در غیر این صورت به A5 اسب اصلا خوبی نیست حالا اسب میره خونه ای سه یه همچین ایدهی میتونه داشته باشه که بره خونه جی چار همچنین یه تاکتیک خیلی معروف اینجا وجود داره که سفید میزنه تو پیاده D5 و بعدش ایشیش میکنه و قطر فیلش یه باز میشه ولی خب اینجا تو قطر فیل هیچ نیست ولی اگر فرض کنید وزیر خونه C7 باشه این تاکتیک معمولا برنده است بازی تموم میشه و بعدش ای 6 قطر فیل به سمت وزیر باز میشه فیل 6 حالا بازی شده فیل چه حرکت جالب جای فیلش رو میشه گفت حتی کمی بهتر میکنه ببینیم در ادامه چی میشه پیاده به خونه دی 4 بازی شده حالا به جای اسب خونه جیوچار که به نظرم طبیعی ترین حرکته و خیلی از بازیکن اصلا اتوماتیک از جی 4 بازی میکنن چون دارن مهره اضافه میکنن و بعدش تو این فکر میرن که پیاده رو ببرن جلو خونه اف رو ضعیف کنن اگر سیاه اچ کنه سوید با کمال میل میزنه داخل اچ و به اون شک بازی رو ادامه بده ولی حرکت فیشر اینجا جالبه به جای اینکه اسب جی 4 کنه و میذاره خونه F1 این حرکت هم خوبه خودشو داره قطر وزیر بسته نشد قطر فیل بسته نشد چون اسب G4 قطر هر دو تا مهره رو میبست و این از ممکنه یه همچین منوفری بده دوباره برگرده به بازی از طریق خونه E4 این دفعه اسب B6 بازی شده اسب خونه G5 حرکت خوب شاید وزیر به خونه H5 بازی بشه ببینیم سیاه چی بازی کرده اسب خونه دی پنج اگر وزیر اچ پنج الان بازی کنه سیاه هم میتونه بزنه هم میتونه اچیش بازی کنه و دفاع میشه وزیر اچ پنج حرکت خوبی ولی فیشر میاد فیل دی رو بازی میکنه فیل برم گردون عقب عجله برای حمله نداره اسد بزرگ مغولستانی یه جورایی از فرصت استفاده میکنه و اسب خونه جی پنج میزنه میگه حالا اگر دوستداری دوباره با فیل جابجاشو و برگرد فیشر میتونه با هر کدوم بزنه هر دو تا انتخابو داره ولی فیل در جی 5 انتخاب میکنه که وزیر باید جابجا جا بشه چون اف 6 دوستان هیچ وقت بازی نیست اینجا اثر این فیلو داریم میبینیم که فشار زیادی به پیاده ای 6 داره وارد میکنه سفید میزنه و بعدش هم ای 6 رو میزنه سفید وضعیتش خیلی خوبه پس وزیر دی 7 و وزیر 5 حالا سوال سفید قرار چطوری سیاه کنه آیا مهراش واقعا کافی هستن با این دوتا که نمیتونه تنهایی مات کنه ولی بله خب مهرا ممکن اضافه بشن این اسبه ممکن از طریق خونه ایچار اضافه بشه و خودشو تو اف قربانی بده ایده معمول فیل ممکنه دوباره مانور بده و بره خونه ایچار رخ ممکنه از این طریق به بازی اضافه بشه و تمام های سفید تقریبا دارن مشارکت میکنن و میتونه خطرناک بشه یه ایده دیگه فیل 6 ولی فعلا اسبش هست اینم قربانیه خیلی جالبی میتونه باشه ببینیم سیاه چیکار میکنه رخ fc هش بازی شده و حالا اسب d2 اینجا سیاه حرکت بازنده رو بازی میکنه ولی واقعا نمیتونیم بهش سخت بگیریم چون وضعیت سختیه شاید ترسیده اسب بیاد خونه ای 4 و اس مثلا بره خونه ای f6 خودشو قربانی بده یه قربانی خیلی معمول چون چه پیاده به خونه F6 در نهایت برسه چه فیل در نهایت به خونه F6 برسه شاید تو شبکه ماتیه و نمونهش رو میبینیم چند حرکت بعد دیگه از این ترسیده نمیدونه بعد چی کار کنه کامپیوتر میگه این سیچا رو که بعد خیلی زودتر انجام میدادی ولی اینجا هم انجام بدی اوکیه و دست به این اسب لطفا نزن چون داره f رو کنترل میکنه سیاه میاد حرکت به نظر من خیلی طبیعی است سر رو بازی میکنه تا اسب ایچا رو بتونه بزنه سفید نتونه اسب بازی کنه که البته اینجا هم اسب ای میتونه حرکت خوبی باشه ولی حرکت فیشه خیلی خیلی جذابه و به نظرم بهترین حرکته بیل به خونه افشش خیلی سریع از فرصت استفاده میکنه اسب سیاد دیگه خونه افشش کنترل نمیکنه تنها ایده وزیری هش هیچ حرکت دیگه ای برای سیانش چون سفید داره وزیر جی پنج میکنه بعد G6 و وزیر ایچ شیش میکنه که بتونه مات کنه. تنها ایده وزیر ای هشه که بتونه در صورت نیاز وزیر اف بازی کنه. اگر فیلو بزنه دوستان این وضعیت تمومه. شاه سیا تو شبکه ماتیه وزیر ایچ یا وزیر جی پنج به مات سیاه منجر میشه. بهترین ایده دفاعی رو برای سیا بهتون نشون بدم و از این وضعیت بگذریم. شاه چشت. این بهترین ایده است که خونه جی هشت رو برای رخ خالی کنه و مات نشه در ادامه ولی تو این وضعیت هم فیل اف پنج قویه شاید از پی سه بس جی پنج هستن ولی فیل اف پنج خیلی قویه و اجباری و سیان بازنده است اگر بزنه رخی هفت وزیر دیش رخ در اف هفت وزیر جی هشت رخ جی هفت و سیاه باید وزیرش رو قربانی بده سفیدم در ادامه بازی رو میتونه ببره و برتری مهره داره خیلی راحت با رخی یک یا اسب 3 بازی رو ادامه میده و شاید سیاه هم که به شدت ضعیفه خب پس این هست حرکت خیلی زیبای فیل به خونه اف قربانی و تاکتیک معمول و پرکاربرد. برد ببینیم چی بازی کرده سیاه وزیریش شناری حرکت حالا اسب خونه ای چار جی 6 بازی شده این از بیچار مارکت خوبیه چون اگر سیاه بزنه اتفاقا رخ سفیدم اضافه میشه G6 بازی شده حالا فیشه نمیاد وزیر چیش بازی کنه چون یه تمپ ساده به سیاه میده و سیاه هم وزیر افش بازی میکنه برای همین وزیر به خونه جی 5 اسب دری تنکیو رخ در چار رخ وارد بازی میشه حالا سوید ممکنه اچ 5 کنه مثلا رخ چار کنه و این وزیر دوستان تمومه یعنی سفید برنده است مگر میشه اصلا امکان داره شای سیاه مات نشه امکان داره نه 100 درصد قرار مات بشه با این همه مهره ای که سفید داره خیلی موقع اینجور وضعیتش شد سفید حتی یه سوارم عقب باشه و وضعیتش خوب باشه چون داره حمله میکنه و حمله ماتیه ولی اینجا مهرا کاملا مساویه ولی خب شای سیاه داره مات میشه حتی اینجا هم اگر نگاه کنیم تو جناه وزیر سیاه برنده تو جناب وزیر سیا برندس ولی شاه سفید اون سمت صف است و سیاه خیلی کار داره تا بتونه بازی بسازه و شاه سفید رو مات کنه سی چار بالاخره بازی میشه توسط سیاه ولی اچ پنج توسط فیشر بازی میشه و سی در دیسه خیلی خیلی کنده رخ چار حرکت خیلی عالی بازی میشه با تهدید مات شاید بپرسین ماتش کجاست فرض کنیم سیاه پیاده سی 2 رو بزنه که نزده سفید راحت چشیش رو میزنه و بعد از اف در جیشش که منطقیه روخ در چفت تاکتیکیه که جواب میده و سیاه داره مات میشه حرکت بعدی داریم کیش میدیم یا وزیر رو اضافه کنیم اگر روخ رو بزنه که تو چند حرکت مات میشه کیش کیش و وزیر جی مات پس روخ چار خیلی عالیه با تهدید مات برای همین سیاه خوب دیده و اومده دفاع کرده روخ ای هفت. تا عرض هفت رو دفاع کنه و قربانی رخ در چف سفید نداشته باشه این حرکت فیشر واقعا محشره این حرکت فیشر محشره و تنها دلیلی که این حرکت رو بازی میکنه اینه که ماتو دیده از همینجا مات زیبای انتهای بازی رو دیده حرکت رو به عقب فیل به خونه جیدو حرکت عجیبه ولی فیشر دیده که با همین فیل قرار سیاه و مات کنه و فیل میتونه از خونه ایچ 4 در ادامه استفاده کنه. نکته مهم اگر سیاه فیل بی هفت بازی کنه که فیل سفید رو خونسه کنه دقیقا همین تاکتیکی که دیدین دوباره به وجود میاد چون این رخ از رخ اچ 7 دفاع نمی کنه. در واقع از پیاده اچ 7 دفاع نمی کنه. پس شاید حتی ایده دفاعی بهتری بود که سیا رخ سی هفت بازی می کرد به جای رخ اچ 7 ولی خب اونم بازم سفید حملش قویه ولی رخ ای افت از رخ سیاف ضعیفتر بهتر بود این رخ می آورد که دقیقا این اتفاقی که می بینیم براش نیفته و اینم به همون شکلی که دیدیم دوباره سیاه مات میشه پس نکته بسیار مهم که فیل بی هفت قابل بازی نیست سیاه چیکار کرده؟ دی در سی دو زده و گفته بیا ماتم هم کن ببینم چجوری منو مات میکنی حالا حرکت زیبایی بود شده و شاید حتی تنها حرکت هم باشه چون پیاده سیاه هم داره میاد جلو البته سفید به خوبی داره کنترلش میکنه کامپیوتر چستات که من دارم میبینم اتفاقا میگه این حرکتی که فیشر بازی کرده تنها حرکته وزیر به خونه چیش خیلی قشنگ سی یک اگر بازی بشه به هیچ دردی نمیخوره سفید میزنه بازم در ادامه سیاه داره مات میشه حتی ممکنه اینجوری بشه میشه روخ و قزت هیچ مشکلی نداره ولی شاید اچ تو قویه به همین شکلی که تو بازی میبینیم سیامات میشه فقط ما تو عقب انداخته. پس این فایده نداره تنها حرکتی که واقعا بتونه جلوی ماتو تو موقتی بگیره وزیر فش حالا من پیشنهاد میدم روی این وضعیت کمی فکر کنید تاکتیک خیلی غشنگیه و مات در سه حرکت اگر دوست دارین میتونین ویدیوتون استوب کنین اگرم نه من الان حرکت رو بهتون نشون میدم قربانی وزیر وزیر در ایچ هفت و سیاه متاسفانه انصراف داده ولی اشکالی نداره من حرکات انتهایی بازی رو در واقع حرکاتی که پیش نمیمد رو بهتون نشون میدم ولی اینجا سیا انصراف داد و تا لحظه آخر مات رو ببینیم سیا فقط یک حرکت داره باید وزیر رو بزنه و حالا میتونیم بیاده جیشش رو بزنیم کیش دوگانه با دو مهره کیشه نمیتونه برگرده چون روخ چشمات میشه پس باید پیاده رو بزنه و حالا با فیل خونه جیدو شاه سیاه مات میشه فیلی چار کیش و برای همین بوده که سیاه از چند حرکت جلوتر انصراف داده چون مات کاملا اجباری مات در سه حرکت بود خیلی برگشتی مقب میخواستم لنزه مات رو بهتون نشون بدم وزی در چف حرکت واقعا زیبایی و سیاه مات میشه که قطعا از حرکات جلوترین ماترو فیشر دیده بود امیدوارم که از این بازی لذت برده باشین لایک و سابسکرایب یادتون نره نظرتون راجب به این بازی چیه خیلی ممنون که تو پایین ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار